رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین آلمان با ما همراه هستند. آقای طالبی، واکنش ها به انتشار ویدیو و افشاگری درباره فروش مقام و منصب در شهرداری تهران هم گسترده بوده هم متفاوت بوده، که عضو شورای شهر این دست تخلف ها رو تایید میکنه اما رئیس شورای شهر آقای چمران تکذیب میکنه. تحلیل شما رو در این زمینه میشنویم از این برخورد های متناقض. سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب این مسئله تازگی نداره، کماکان مسئله تیول در تاریخ ایران امروز در شهرداری تهران رونمایی شده. زمانی که خب ولایت فارس رو به قوام میدادن و یا سایر کسانی که بالاخره نفوذ داشتن در دولت و اینها ولایت ها رو میفروختن، ما انتظار این رو نداشتیم که بعد از گذشت این همه سالها کماکان در جمهوری اسلامی هم همین مسئله باشه. ببینید، در دوران آقای احمدی نژاد، در دوران آقای قالیباف، آقای هاشمی و حناچی گرفته تا امروز آقای زاکانی، فساد در شهرداری تهران یک مسئله واضح و آشکار بود. در اون دوران من یادمه که آقای هاشمی میگفت که کسانی که منصوب شدن به این مقامات و خرید و فروش ها انجام شده، ابتدا فامیل نبودن، بعد از انتصاب فامیل شدن. یا پرونده های رسا تجارتی که در دوران آقای حناچی بود، گرفت آقای زاکانی استفاده کرد علیه قالیباف، فساد گسترده قالیباف و فسادی که در دوره احمدی نژاد بود، کماکان یک نمونه از مسائلی بود که امروز ما مسئله تویول و فروش مقام در شهرداری تهران با اون مواجه هستیم. ببینید، آقای زاکانی از دورانی هم که قرار بود انتخاب بشه برای شهرداری تهران، اعتراضات مختلفی براش بود. حتی 1400 خیلی از بچه‌های دانشجوهای کشور، 7 دانشگاه کشور علیه اون نامه نوشتن، گفتن 9 سال ایشون سابقه مدیریتی نداره، اصلا رشتهش مناسب این نیست، ولی آقای چمران رفتن تهدید کردن از اعضای شورای شهر رو که ایشون در این سمت باقی بمونن. با وجود اینکه ایشون هر سال در انتخابات ریاست جمهوری کاندید میشدن، ولی امسال مشخصا با فضا و شکافی که بین اصولگراها ایجاد شده، به ویژه طیف قالیباف و با جلیلی، امکان این وجود داره که این مسئله در شورای شهر تهران به ذرس قاطع مطرح بشه و این فسادهایی که در دوران ایشون انجام شده، این کمکاری که انجام شده، ازش استفاده بشه برای اینکه فشار هم برای مجلس به وجود بیاد که کماکان طرحی که بوده برای انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم و یا حتی توسط دولت که قبلا مطرح شده بود و مسکوت گذاشته بود، با کنار گذاشتن زاکانی بر اساس بازی قدرتی که بین طیف جلیلی و قالیباف وجود داره به اون دامن زده بشه. آقای طالبی، فراتر از این موارد، چه عوامل و شرایطی در شهرداری های کشور و حتی دیگر نهادها موجب بروز چنین تخلفی، یعنی خرید و فروش پست و مقام میشه؟ خب ببینید، سیستم وقتی فشل باشه، مدیریت وقتی درست نباشه، شفاف سازی نباشه و کماکان شایسته سالاری نباشه و افراد واسطه اینکه به جای منصوب هستن بخوان که از این منافع اقتصادی سود ببرن، این در تمامی ارگان ها و نهادها تسری پیدا میکنه. ما به یاد داریم که خب وقت در وزارت تاون یک مقام مدیریتی با 5000 میلیارد داشت خرید و فروش میشه، یا در دوران آقای کرباسیان در گمرک ما با خرید فروش کلان مقام های مدیریتی بالا و سطح متوسط روبرو بودیم. حتی برخی ها به صورت مستقیم این مقامات انتخابی رو هم از طریق دادن منافع بسیار جزئی به مردم خرید و فروش میکردن. به نظر من کماکان در این سیستم که یک فساد سیستماتیک وجود داره، فقط شهرداری تهران نیست، بلکه در تمامی ارگان ها و نهادها این روند فساد ادامه داره و من فکر نمی کنم که با همین دولتی که امروز اومده، بعد به نظر من ایشون داره مدعی این هست که مبارزه با فساد رو انجام خواهد داد، این چنین مواردی نه تسهیل بشه و نه اینها مرمت بشه. کماکان مشخصا سیستم معیوب نه قابل تعمیر هست و نه قابل اصلاح هست، بلکه باید جایگزینی برای این پیدا بشه، وگرنه ما در همین چرخه عبثی که وجود داره ادامه خواهیم داد و هر روز تحلیل خواهیم کرد این موارد فسادی که برای اینها به نظر من شعبده بازی است. رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، بسیار سپاسگزارم از شما.